همراه هستیم با همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو. بردیا، جزئیات این حملات چی بوده؟ واقعیتش اینه که مقیاس اون به دقت نمیشه اندازه گیری کرد، ولی چیزی که روشنه از کلام مقامات ایالات متحده آمریکا و بریتانیا میدونیم که اونها این حملات رو ضروری میدونستن. اونها میگن که این حملات بسیار دقیق بوده، اونها میگن که این حملات بسیار محدود بوده و آیا اینکه ادامه دار خواهد بود یا خیر این سوالی است که روشن نیست. اما از چه چیزهایی استفاده کردن؟ مثلا همونجوری که تو گفتی که از موشکایی که میشه رهگیری کشه و میتونن که دقیق اهداف رو مورد هدف قرار بدن استفاده کردن، مثلا موشکای دوربرد تاماهاک چیزی بوده که نیروهای آمریکایی استفاده کردن، و همینطور میشه اونجوری که نیروهای نظامی بریتانیا گفتن اونها از جنگنده‌های تایفون استفاده کردن و خب مناطقی گسترده رو مورد هدف قرار دادند. می‌دونیم که به هر حال حوثی‌ها اکثر یمن رو، مناطق بیشتری از یمن رو در اختیار دارن و اونجایی که به گفته مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا مورد هدف قرار گرفته، جاهایی هم که این امکان رو به حوثی‌ها می‌دادن که شناورها ردگیری کنن و اونها رو مورد هدف قرار بدند. بنابراین این چیزی که دقیقاً ازش می‌دونیم، ولی کن روشن نیست. در کلام هم اون چیزی هم که گفته شده اینه که حامیان ایالات متحده آمریکا و همینطور بریتانیا که چند تایشون مشارکت داشتن چون استرالیا، حمایت کردند و در بیانیه گفتن که این در راستای منشور سازمان ملل متحد بوده و برای دفاع از خود بوده. به هر حال می‌دونیم که پس از 7 اکتبر حوثی‌ها گفتن که این حملاتی رو که در دریای سرخ انجام دادن، در ابتدا اون اشاره کرده بودن که شناورهایی که به قصد اسرائیل میرن رو مورد هدف قرار میدن، اینها در واکنش به حملات اسرائیل به غزه و ادامه دار هم خواهد بود. حتی پس از حملات روز گذشتم همچنان می‌شنویم از مقامات حوثی که اونها به حملات خودشون میخوان ادامه بدن و معلوم نیست که آیا حملاتی که انجام شده از بامداد امروز صبح میتونه بازدارنده باشه یا خیر. بنابراین با این توصیفات چه پیامدهایی رو میتونیم انتظارش رو داشته باشیم؟ دوباره برگردیم به اون سوال اصلی، آیا بازدارنده خواهد بود یا خیر. اونجوری که حوثی‌ها میگن که ادامه دار خواهد بود، اما تبعات اون بسیار میتونه گسترده باشه. خیلی‌ها نگرانن که اون چیزی که ازش پرهیز میشده، اجتناب میشده، ممکنه دیگه جلوشو نشه گرفت و اون در واقع گسترش درگیری ها از غزه به جاهای دیگه منطقه بوده باشه. بنابراین ما شاهدیم که مثلا عربستان سعودی که خودش در درگیری مستقیم بوده با حوثی ها، از ایالات متحده خواسته که خیشتنداری کنن. از سوی دیگه ما شاهدیم که روسیه درخواست کرده که جلسه شورای امنیت برگزار بشه در سازمان ملل متحد، و همینطور کشورهایی که از سوی غربی ها حامی درجه یک حوثی خونده میشن مثل جمهوری اسلامی، اونها گفتن که این در واقع نقض در واقع حقوق یمن حملاتی که صورت گرفته و از حوثی ها دفاع کردن. بنابراین تصور میشه اون نگرانی که وجود داشته برای اینکه گسترده نشه درگیری هایی که در منطقه وجود داره، ممکنه گسترده تر بشه و خب تبعات بسیاری میتونه داشته باشه. مثلا تبعات اقتصادی، ما همین امروز شاهد این بودیم که مثلا قیمت نفت 2% افزایش پیدا کرده. به هر حال میدونیم که از باب مندب به سوی دریای سرخ و همینطور کانال سوئز بیش از 15% تجارت جهانی میگذره و این میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. به هر حال حمله کنندگان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و حامیانش میگن که اون چیزی که صورت دادن برای اینکه اونها بتونن تجارت آزاد و شناور و دریا نوردی ایمن رو رقم بزنن، و خب حالا بعد دید که چه تبعاتی میتونه داشته باشه. متشکرم از توضیحاتت بردیا افشین، اینجا در استودیو همراه ما بودیم.